صبح روز 11 نوامبر سال 2019 بود که یه روزنامه نگار توی دفترش نشسته بود و داشت کارش انجام میداد، تا اینکه یه ایمیل عجیب از سردبیرش دریافت کرد. مدیر اون، یعنی سردبیر روزنامه کره هانکیوره، یه ایمیل بهش زده بود و ازش خواسته بود یه گزارش مبنی بر این که چند تا چتروم تلگرامی دارن از افراد مختلف سوء استفاده های جنسی میکنن و ویدیوها و عکساشون رو پخش میکنن بنویسه. یه همچین گزارشی واقعا عجیبه، ولی کار این ژورنالیست همین بود که راجع به این موضوعها تحقیق کنه و به خاطر همین خیلی هم براش موضوع غیر عادی نبود، لااقل تا اون زمانی که هنوز وارد ماجرا نشده بود. خلاصه که ایمیلو گذاشت کنار و بعد از یه مدت وقتی کارهای دیگه‌شو انجام داد، گفت برم یه سری بزنم ببینم که ماجرای این اتفاقی که ازم میخوان چی هست. اوایل که داشت تحقیقاتشو انجام میداد به نکته خاصی برخورد نکرد، اما یواش یواش بعد از گذشت چند روز دید که توی این چت‌های تلگرامی و توی این صفحاتی که داره واردشون میشه اطلاعات خودش دارن رد و بدل میشن. با توجه به اینکه این اطلاعات صرفاً اسم و فامیلیش و عکسای رسمی بودن خیلی نگران نشد، ولی این اطلاعات کم کم شخصی تر شدن، از عکسای بچه‌هاش گرفته تا آدرس خونش. برای همینم این روزنامه نگار میره سراغ چند تا از همکارای دیگه‌اش که با هم دیگه همکاری کنن و تهوتوی این قضیه رو در بیارن. قبل از اینکه ماجرا رو براتون ادامه بدم یه نکته یا باید بگم، توی این ویدیو قراره به کسایی که زیر سن قانونین و حتی سنشون خیلی خیلی کمه هم اشاره بکنیم، ولی به خاطر اینکه اگه مستقیما در حین گفتن جمله بگم بچه یا چیزای اینطوری یوتیوب گیر میده، من از کلمه آدم استفاده میکنم به جاش. یعنی هر جایی که گفتم آدم شما بدونین که منظورم چیه، داریم راجع به خورد سالا صحبت میکنیم. خلاصه که این چند تا روزنامه نگار تونستن با کمک همدیگه لینک این چتروما و گروه ها رو پیدا کنن و همین که وارد شدن اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد عکس و فیلم های لخت از دخترها و آدما بودن. درست همزمان با این روزنامه نگارا دو تا دختر دانشجویی که اونا هم رشتهشون روزنامه نگاری و ژورنالیسم بود و داشتن روی همین موضوع اتفاقا کار میکردن، به یه گروه دیگه برخورد کردن که در واقع گروه اصلی تمام این جریان بود و یه ایمیل زدم به روزنامه نگاری که ما داریم راجعش صحبت میکنیم و بهش گفتن برو سراغ باکسا. باکسا یه گروهی بود که واردش که میشدین توش پر بود از عکس و فیلم های دخترها و آدما که توش اتفاقای عجیب غریبی داشت برشون میافتاد. اما جریان این گروه ها چی بود؟ کی بود که اینا رو داشت هدایت میکرد و چطوری داشتن به این فیلم ها و عکس ها دسترسی پیدا میکردن؟ جریان خیلی خیلی دارکه. ماجرا از این قرار بود که پشت این گروه چندین نفر بودن که از روش‌های مختلف آدما رو مجبور می‌کردن به کارهایی که دوست ندارن تن بدن. و حالا چطوری؟ میگم بهتون. این تیم معمولاً اول می‌رفتن سراغ آگهی‌های کار، ولی نه آگهی‌هایی که جلب کار می‌کردن، بلکه کسایی که می‌رفتن مثلا یه آگهی می‌ذاشتن و می‌گفتن که دنبال کار مدلینگ هستن، برای آژانس‌های مختلف کار می‌کنن. و ایمیل اونا رو پیدا میکردن، بهشون ایمیل میزدن و میگفتن که ما یه آژانس هستیم، حالا برای فلان شرکت مدلینگ، که اینا همشون فیکن ها، همش ایمیل های فیکه، برای نمیدونم فلان شرکت تبلیغاتی. حتی میمادن یه سری از خواننده های کی‌پاپ هم معرفی میکردن و میگفتن که شما قراره بیان برای این گروه ها توی کلیپ هاشون برقصین و توی کلیپ هاشون حضور داشته باشین و ما میخوایم که ببینیم که شما چه شکلی هستین دیگه، عکستون رو بفرستین. و این یکی از روال ترین و عادی ترین کارهاییه که هر کسی توی این زمینه کاری انجام میده. عکس خودشون و عکس قدیشون رو میفرستن برای اون شخصی که داره ازشون میخواد و قراره که به کار بگیرتشون. بعد از اینکه عکسشون رو فرستادن، مشخصاتشون رو ازشون میخوان، عکسای بیشتر، ویدیوهای بیشتر و همینطوری میره تا میرسه مرحله به جایی که عکس کارت ملیشون رو میخوان و اینجا تمام مشخصات و هویت و هر چیزی که اطلاعاتی که راجع به اون شخص هست و این گروه دارن و اینجا میرسن به آخرین ضربه که میتونن بزنن. بهشون میگن که شما توی این حالا تبلیغ یا مدلینگ یا کلیپی که قرار باشین قراره که لباس بیکینی و لباس لختی بپوشین و به خاطر همین ما باید ببینیم که بدن شما چه شکلیه، از روی لباس مشخص نیست، برای همین باید عکس لختتون رو بفرستین و اونا هم یه تعداد زیادیشون میفرستن این عکس رو. حالا ممکنه با خودتون بگین اصلا چرا همچین کاری میکردن، چرا میفرستادن عکسشون؟ دلیلش میتونه این باشه که توی یکی از مراحل صحبتاشون
افراد این گروه می اومدن با اون شخصی که دارن باهاش صحبت میکنن و قراره ازش عکس و فیلم بگیرن، میگفتن که ادامه صحبتامون رو ببریم توی تلگرام که فضای امن‌تری هم هست. آره، تلگرام یکی از خصوصیاتی که داره اینه که از لحاظ امنیت نسبت به بقیه اپ ها خیلی خیلی بالاتره و شما حتی میتونین توش یه سری پیامایی بفرستین که سلف دیستراکتیو، یعنی بعد از چندین ثانیه، حالا دقیقشو نمیدونم، ولی بعد از چند ثانیه خود به خود از بین میره، خود به خود پاک میشه. و این دخترام همین کار میکردم، گفتن خب اگه شما میخواین که صرفا حالا شکل بدن منو ببینین، من عکسو میفرستم، عکسی که بعد از چند ثانیه از بین میره، پاک میشه. ولی نمیدونستن که این عکسو دارن برای چه کسایی میفرستن که خیلی راحت میتونن این عکسا رو ذخیره کنن و اصلا ذخیره کردن و نکردنشون هم مهم نیست، چون هدف اونا این عکس نیست. دقیقاً بعد از فرستادن این عکس بود که تهدیدا شروع شد. برای کسایی که شاید ندونن اینو بگم که جامعه و فرهنگ کشور کره جنوبی به نسبت شبیه هم فرهنگ ایرانه، یعنی اگه بخوایم از آز شبه در نظر بگیریم بیشتر شبیه ما هاست تا شبیه جایی مثل آمریکا و اروپا. و اینطوریه که خانواده‌های بسته تری دارن، خانواده‌های سنتی تری دارن و یه سری از چیزا برشون تابوهای خیلی بزرگه، مثل همین پخش شدن عکس لخت یه شخص توی اینترنت. و اکثر کسایی هم که تو دام این گروه ها میافتادن دخترای خیلی جوان بودن، حتی کسایی که میرفتن مدرسه، و بهتون گفتم تعداد زیادی از کسایی که راجبشون قرار صحبت کنیم افرادی هن که سنشون به حد نصاب نمیرسه و اونا طبیعتاً شرایط خیلی خیلی بسته تر و وحشتناک تری دارن اگه بخواد عکسشون منتشر بشه. و این گروه دقیقا همین کار رو میکردن، میومدن به این دخترها و به این آدم ها میگفتن که شما باید عکس و فیلم بیشتری بفرستین، وگرنه این عکستون رو میفرستیم برای مدرسه‌تون، میفرستیم برای دوستاتون، میفرستیم برای خانواده‌تون. اگه کسی میرفت سر کار میگفتن که میفرستیم برای رئیستون و اینکه کلن زندگیتون رو نابود میکنیم، باعث میشیم که اخراج بشین، باعث میشیم که از خانواده طرد بشین، باعث میشیم که دیگه دستتون به جای بند نشه و عکستون تو تمام دنیا منتشر بشه و اینطوری دیگه. و اونا هم از ترسشون شروع میکردن به فرستادن عکسای بیشتر به امید اینکه عکس قبلی پاک بشه. ادمینای این گروه توی چترومای تلگرام با همدیگه عکسای قربانیا رو نگاه می‌کردن و برای اذیت کردنشون برنامه می‌چیدن. گاهی قربانیا رو مجبور می‌کردن که توی یک ساعت 50 الی 60 تا عکس بفرسته و مجبورش می‌کردن که روی بدنش بنویسه برده، اسم گروه باکسا رو بنویسن و چیزای خیلی وحشتناک‌تر. و حتی بعضیاشون رو مجبور می‌کردن که این نوشته‌هایی که میگم روی بدنشون بنویسن. اونا رو چطوری بگم که یوتیوب گیر نده، اونا رو روی بدنشون هک کنن، یعنی با اون مایه قرمزی که تو بدنشون هست. محتوای این عکس و ویدیوها هرچی که بیشتر میگذشت وحشتناکتر میشد و کارایی میخواستن از این آدم ها انجام بدن که دیگه واقعا تو مخیله یه انسان عادی نمیگنجه. ولی متاسفانه ماجرا به اینجا ختم نمیشد. اول که ادمینای این گروه شروع میکردن این عکس و ویدیوها رو در مقابل رمزارز میفروختن به افراد مختلف تو سراسر دنیا و میذاشتن توی این گروه ها، ازشون یه سری پول دریافت میکردن در ازای اینا و میفروختن. اما یه گروه دیگه بود که گروه اصلیه که امروز قرار راجبش صحبت کنیم، گروه انوم یا گروه انت، که تمام این جریان از اونجا ریشه میگیره. یعنی این گروه مرکزیشونه و بقیه گروه ها شعبه ها و شاخه هایی از اونن. و توی این گروه انام یه سری ویدیوهای خیلی خیلی عجیب غریب دیگه هم میذاشتن، ویدیوهایی که رسمن میشد گفت یه جورایی همین رد روم بود که راجعش صحبت کردیم. خود رد روم وجود نداره ولی اینا آمده بودن مدل فیکش رو ساخته بودن عملا. و توی این ویدیوها از دخترها و آدمایی که بودن میخواستن که یه سری کارایی بکنن، از خوردن آب توی کاسه توالت گرفته تا لیست زدن کف دستشویی و فرو کردن حشره های زنده توی قسمت های خصوصی بدنشون. شکنجه‌ای که توی این گروه انجام میشد و ویدیوهاشو جمع میکردن از این دخترها و آدما واقعا حد و مرز نداره، یعنی از دوختن بدن گرفته تا چیزای خیلی خیلی دردناک مثل قطع کردن یه سری از اعضاشون که خود اون شخص باید انجام میداد
و آره همه این ویدیوها رو میذاشتن و پشت این گروه یه شخصی بود به اسم گادگاد که اسم خودش که نبود، اسم مستعارشه. الان ممکنه با خودتون بگین که خب این گروهه که توی واقعا که تو دارک وب نبوده، توی سرفیس وب بوده. ما داریم میگیم دارک وب تلگرام، ولی به خاطر محتواشه که داریم میگیم، وگرنه دارک وب و دیپ وب و این چیزا نیست، سرفیس وب جاییه که همه خیلی راحت بهش دسترسی دارن. پس چه جوریه که پلیسا تو این همه مدت نرفته بودن سراغ اینا؟ یعنی خبر نداشتن ازشون؟ نه، دقیقاً برعکسش. پلیسا کاملا در جریان بودن، ولی نمیتونستن سر نخی راجبه افرادی که این گروه ها رو دارن میگردونن پیدا کنن. یعنی میدونستن که این گروه ها وجود داره، ولی نمیتونستن بفهمن که کی داره اینا رو میگردونه. برای همینم پلیس تصمیم گرفت با روزنامه نگاری که از همون اول این جریان رو پوشش داده بود همکاری کنه. خلاصه که بعد از کلی تحقیق، روزنامه نگارا و پلیسا به یه شخصی به اسم رابیت یا همون خرگوش رسیدن که توی یه مدت کوتاه به میزان خیلی زیادی توی یکی از چتروما فعالیت داشته و توی مدت زمان کم به ادمین یکی از گروه های 1000 نفره تبدیل شده. رابیت برخلاف بقیه ادمینای گروه های دیگه خیلی راحت بود، اصلا هیچ پروایی نداشت، هیچ ابایی نداشت، راحت توی گروه ها راجع به خودش صحبت میکرد، تمام اطلاعات شخصیشو، جزئی زندگیشو میداد و حتی اگه جایی میرفت در طول روز عکسشو میذاشت توی گروه ها. و یکی از عکسایی که گذاشته بود توی این گروه ها یه عکس از برگه آزمایشش بود و پلیسا تونستن با ردیابی همین برگه آزمایش و اینکه ببینن چه کسی بوده که توی اون تاریخ یه همچین نتایج آزمایشی توی کل کره تونسته به دست بیاره، تونستن رد رابیتو بزنن و پیداش کنن. اما خیلی زود بعد از اینکه رابیتو دستگیر میکنن متوجه میشن که اون کلا یه مهره سوخته است که خود اعضای دیگه این گروه گذاشتنش اونجا که اگرم روزی پلیس خواست بیفته دنبالشون بره اونو پیدا کنه، درگیر اون بشه و اصلا کاری به بقیه نداشته باشه. و رابیت هیچ اطلاعاتی از هیچ کدوم از اعضای این گروه و چطوری کار کردنش هیچی نداشت، هیچی. یعنی عملا یه چیزی بود که خودشون انداخته بودن اونجا، یه نخود سیاه بودن وسط. گروه های باکسا و انام همچنان فعال بودن و روز به روز قربانی های بیشتری رو می گرفتن و هنوزم هیچ کسی نمیدونست که گادگاد کیه. تا اینکه یه مدت از گادگاد هیچ خبری نبود و بعد از اینکه دوباره برمیگرده شروع میکنه توی گروه ها یه سری پیام های خیلی عجیبی میده. پیام هایی مثل اینکه مامانم گفت گوشی دیگه بسه، مامانم گفت وقت خوابه، من کلاس 12 و کنکور دارم، نمیتونم دائم بیام توی گروه. و انگار که این جنایت وحشتناک داشت توسط یه عده نوجوان انجام میشد. یه سری نوجوانی که دارن میرن مدرسه، بچه مدرسه این و مادرشون حتی تایم رفتنشون تو اینترنت رو داره کنترل میکنه. و اینجا بود که پلیس خیلی سردرگم شد، چون تا اون روز تمام چیزایی که چیده بود، تمام پروفایلینگی که انجام داده بود راجبه یه آدم بزرگ سال بود، ولی الان داشتن با یه نوجوان انگار طرف می شدن. اینجا بود که پای رسانه ها و مطبوعات هم باز شد و شروع کردن ماجرای این چتروما رو توی برنامه خودشون توی شبکه های خبری و اینا ازش صحبت کردن و اطلاعات دادن راجبش. اما برخلاف چیزی که همه انتظارشو داشتن، مردم هیچ توجهی به این قضیه نکردن و اصلا انگار برشون مهم نبود. میگفتن خب که چی، حالا یه گروهی هست دیگه، زیاد از اینا. ولی نه، واقعا زیاد نیست از اینا، نه که بگم کمه، ولی اون قدری نیستش که بخوایم خیلی راحت از کنار هر کدومشون رد بشیم. و این بی‌توجهی مردم باعث شد که شرایط خیلی هم بدتر بشه، چون بعد از یه مدت کسایی که میرفتن توی این گروه ها و دوست داشتن که برن توی این گروه ها میبینن که کسی توجهی بهش نداره و انگار کسی واقعا برش مهم نیست که این اتفاق بیفته و شروع میکنن دونه دونه وارد این گروه ها میشن و عضوشون میشن. تا جایی که یه سری از ادمینای این گروه ها به همون خبرنگاری که راجع به این موضوع داشت تحقیق میکرد ایمیل میفرستن و میگن که ممنون که رایگان برامون تبلیغ کردین، تعداد اعضای گروهمون توی این مدت اخیری که راجع بهمون صحبت کردیم توی خبر خیلی خیلی بیشتر شده، متشکریم ازتون. و واقعا همین اتفاق افتاده بود، مردم کل دنیا از این شبکه ها با خبر شده بودن و حالا وقتی میدیدن که هیچ کسی هم اهمیت نمیده و ظاهرا کسی هم دنبال این که کی میره عضو این گروه ها میشه نیست، خیلی راحت میرفتن جوین میدادن. و این اتفاق برای گادگاد خیلی لذت بخش بود،
چون خیلی نگذشت که توی گروه باکسا یه پست جدید گذاشت و عکس یه زنی بود که روی بدنش نوشته شده اولین قربانی رسانه. و یعنی که آره، رسانه کاری کرد که ما بخوایم این کار رو بیشتر انجام بدیم و اینم اولین قربانیشونه. گاد گاد دیگه حالا اعتماد به نفسش هم خیلی زیادتر شده بود و داشت تلاش هم میکرد که مشتریای بیشتری جلب کنه. کسایی که توی گروه ها بودن بیشتر دنبال تصاویری بودن که از آدما به دست میاد، که خیلی خیلی خطرناکه این جریان. ولی یه دم بودن که پول خوبی بابت ویدیوهای سلبریتی ها میدادن و گاد گاد تصمیم گرفت که این مورد رو هم برشون فراهم کنه و اومد به چندین خلافکار، حالا کسی که میشناخت، پول داد و گفتش که برن توی خونه های یه سری از سلبریتی ها، یه سری از خواننده های کی پاپ، یه سری از هنرپیشه های کی دراما، دوربین کار بذارن و زندگی شخصی اونا رو توی اتاق خوابشون فیلم برداری کنن و ویدیوهای اونا رو برسونن به این گروه. و این یکی از بزرگترین اشتباه های گاد گاد بود، به خاطر اینکه ظاهراً مردم اینکه یه سلبریتی ویدیوش پخش بشه براشون خیلی خیلی مهمتر از اینه که یه شکنجه بشه و تا این حد آسیب ببینه. اونم ویدیویی که درسته که اونم واقعا وحشتناکه، ولی یه ویدیویی که در حالت عادی از زندگی روزمره اون شخص گرفته شده، ولی اون ویدیوهایی که از دخترها و آدمای دیگه بود اونا رو مجبور میکردن که یه سری کارهای وحشتناک انجام بدن. و گفتم که مردم اون مورد سلبریتی ها خیلی براشون مهم تر بود و به خاطر همین هم شبکه اس بی اس اومد راجع به این قضیه یه برنامه بسازه، چون دیگه الان توجه مردم یه کمی جلب شده بود به این قضیه. و توی این برنامهشون اومدن یه پیامی منتشر کردن و اعلام کردن که کسایی که درباره گروه های باکسا و انام اطلاعات دارن بیان به ما پیام بدن. فکر میکنین اولین نفر کی پیام داد؟ باکسا، خود باکسا. وقتی میگم باکسا، آره باکسا اسم گروه هم هست ولی اسم ادمینش هم هست. گاد گاد ادمین اصلی است که تمام اینا رو زیر نظر داره، ولی این شبکه‌های مختلفی که از این پیج اصلی اومدن بیرون، اونا هم هر کدوم ادمینای خودشونو دارن که هر کدومشون هم یه سری اسم مستعار دارن که اسمشون هم با اسم گروه یا یکیه یا شبیه به همه. مثلا گروهی هست به اسم بیمارستان و ادمینش دکتره، یا گروهی هست به اسم پروفسور و ادمینش پروفسوره. گروه باکسا هم ادمینش به همون اسم مستعار باکسا شناخته میشه. آره، خلاصه که باکسا اومد پیام داد و خیلی با اعتماد به نفس گفتش که آره من خودم هستم و حسابی هم اطلاعات دارم راجع به این گروه. اون اولش یه طوری حرف میزد که انگار یه نوجوونه، اما بعدش نوع حرف زدنش یواش یواش شبیه یه مرد بالغ شد. حتی یه جایی گفتش که یه شرکت تحقیقات تخصصی داره و توی دارک وب مواد مخدر میفروشه و داره دسته خودشو داره. بعدش هم به مسئولین شبکه اس پی اس گفتش که بهتر که بیخیال این برنامه بشین، چون اینجوری قربانی های بیشتری به ما میدین. ولی شبکه اس پی اس بیخیال این قضیه نشد و ماجرا رو ادامه داد. برنامه یه شبکه اس پی اس همچنان ادامه داشت، ولی باکسا از این شرایط خیلی ناراحت بود و یه پیام دیگه براشون فرستاد و گفتش که اگه این برنامه رو سریعا متوقف نکنین، یکی از قربانی ها رو، یکی از دخترها رو مجبور میکنم که یه بلای خیلی وحشتناکی سر خودش بیاره، که نمیتونم دقیقا جزئیاتش رو بگم حالا تهدیدی که کرده بود چی بود، ولی آره یه بلایی سر خودش بیاره که خودش رو از بین ببره دیگه. ولی کسی توجه نکرد و گفتن که داره بلوف میزنه و این کار رو انجام نمیده دیگه، واقعا تا این حد نمیره یه جنایت وحشتناک انجام بده. یه مدت گذشت و این برنامه همچنان ادامه داشت تا اینکه یه ویدیو توی چنل باکسا آپلود شد که از ویدیوهای دیگرشون خیلی متفاوت بود. توی این ویدیو یه آدمی بود که روی سرش کیسه کشیده بودن و این کیسه رو گره زده بودن و آویزونش کرده بودن از دستگیره یه در، جوری که این قسمت گره خوردهش رو گردنش بود و انگار که از گردنش آویزون شده به دستگیره یه در. و اطلاعات ویدیو هم این بود که این ویدیو متعلق به یکی از قربانیای باکساست که بهش دستور داده شده که توی یه تاریخ مشخصی خودشو به یه شکل مشخصی از بین ببره. و این ویدیو توی تمام چتروم‌های این گروه خیلی وایرال شد، توی شاخه‌های مختلف توی تمام این گروه‌ها پخش شد و همه نگاش کردن و رسید به دست پلیس.
بلافاصله بعد از این ویدیو یه پیام دیگه از یکی از قربانیان توی یکی از گروه‌ها منتشر شد که یه عکس بود و توی این عکس اون شخص روی بدن خودش نوشته بود برده باکسا و توش هم توضیح میداد که به خاطر اینکه دارین این جریان رو روش کار میکنین، به خاطر اینکه اخبار این گروه رو دارین منتشر میکنین، حالا منم مجبورم که خودم رو از بین ببرم. و همون موقع بود که باکسا اومد گفتش که برای پیدا کردن من باید کل کره رو زیر و رو کنین و به خاطر همینم من نمیترسم از شما چون میدونم که پیدام نمیکنین. و بعدش هم اومد نوشتش که به خاطر اینکه تنبیهتون کنم، به خاطر اینکه به حرفم گوش ندادین، اطلاعات چند تا از قربانی ها رو با عکس ها و مشخصات و اسم و رسم و همه زندگیشون رو میام رو میکنم. و این دیگه واقعا داشت ترسناک میشد. تا اینجا هنوز یه عده مطمئن نبودن که کسایی که توی این عکس ها و ویدیو هستن آیا واقعی هستن، آیا این ویدیوها فیکن، آیا یه کسایی هستن که از طرف خود این گروه هن یا چی. هنوز هیچی درست مشخص نبود، ولی باکسا اومد واقعا اسمو عکس یکی از قربانیاشو گذاشت توی گروه و واقعا اینجا بود که دیگه پلیسا فهمیدن که باید تهدیدهای باکسا رو جدی بگیرن. برای همینم هم رفتن سراغ همون دختری که خودشو به عنوان برده باکسا معرفی کرده و همه جا رو گشتن تا پیداش کنن. ماجرای پیدا کردن این دخترم خیلی جالبه، ولی به خاطر اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه نمیخوام جزئیاتشو بگم، ولی در این حد بگم که اومدن مثلا تمام این عکس ها رو میذاشتن کنار هم، بعد میدیدن که توی مثلا دو تا عکس یه دختری روی دستش مثلا یه دستمندی داره که توی عکس دیگه هم داره، بعد اینا رو میذاشتن کنار هم دیگه با بک‌گراند و یه سری جزئیاتی که یه مثلا تهش یه پرچم کوچولویی دیده میشد، مثلا اون رو زوم میکردن کیفیتشون بردن بالا و کار این شکلی تونستن که دختر رو پیدا کنن آدرسش رو و رفتن سراغش. پلیس ها همون شب به سمت محل زندگی اون دختر حرکت کردن و صبر کردن که هوا روشن بشه و دختر خودش بیاد بیرون، چون نمیخواستن مستقیما برن زنگ در رو بزنن و بگن که دختر این خونواده یکی از قربانی های این گروه وحشتناکه. اما هر چقدر که گذشت هیچ کسی نیومد. برای همین هم تصمیم گرفتن که خودشون برن توی ساختمون. رفتن اون تو، هرچی در رو زدن هیچ کسی باز نمیکرد. تا اینکه در رو شکوندن رفتن داخل و دیدن دقیقا همون صحنه که ویدیوش چند روز پیش منتشر شده بود، یعنی همون کسی که کیسه سرش بود اونجاست و اون دختره آویزون از دستگیره در و تو همون حالت دقیقا به همون شکلی که ویدیوش بود اونجا هست و مونده. نمیدونم چطوری اصلا این ویدیو رو گرفته که ویدیو رو گرفته بعد ارسالش هم کرده، که احساس میکنم این به این معنیه که یکی از اعضای گروه رفته بوده سراغ دختره، چون توی اون شرایط اگه کسی ازش فیلم گرفته و منتشرش هم کرده خود دختره نمیتونسته باشه دیگه طبیعتا، یا هم این که نمیدونم حالا گذاشته رو لایوی ضبط، نمیدونم. به هر حال اینو هنوز نمیدونیم که این چطوری بوده، ولی خیلی صحنه دردناک و عجیب و وحشتناکی بود برای پلیس که رفتن اونجا سراغ دختره که نجاتش بدن و دیدن که این خیلی وقته که از بین رفت. حالا بیاین از این ور برگردیم سراغ خود چتروما و اینکه کلا چطوری کار میکردن، اینم براتون توضیح بدم. باکس ها سه تا چتروم اختصاصی داشت که برای عضویت تو این چتروما از مردم حق عضویت میگرفت. ارزون ترین چترومش حق عضویتش 250,000 وون بود و چتروم بعدی که اسپانسرای کله گنده داشت 500,000 وون بود و اختصاصی ترین و وحشتناک ترینشون هم 1,000,000 وون حق عضویت میگرفت. وحشت باورتون نشه، ولی باکسا تونست فقط از طریق همین سه تا چترومش، یعنی کارهای دیگه شون نه، فقط همین سه تا چترومش 100,000,000 وون پول در بیاره. یعنی اگه بخوام یه جوری بگم که قشنگ متوجهش بشین، بیشتر از 75,000 دلار. پلیس ها اومدن از همین پرداخت ها پیگیری کنن جریان ها و بتونن اعضای گروه ها پیدا کنن، ولی این کارشون هم به بن‌بست رسید، به خاطر اینکه همون اولش هم بهتون گفتم تمام پرداختی ها و تمام پولای دریافتی رو به شکل رمز ارز می گرفتن و رمز ارز هم چیزایی مثل بیتکوین و اینا دیگه می دونین. و این رمز ارز رو هم وقتی که میخواستن نقدش کنن، به خاطر اینکه مشخص نشه که مثلا امروز یه نفر عضو این گروه شده و حالا پلیس میدونه که برای اینکه عضو این گروه بشن باید مثلا چه میدونم 1,000,000 وون پول پرداخت کنن و بعدش فرداش یه نفری بره 1,000,000 وون
رمزارزی جای نقد کنه میتونن ردشو بزنن دیگه. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته چندین نفر، چند ده نفر توی شهرهای مختلف کره داشته کل این گروه، حالا باکس و گادگاد و همشون، که اینا میرفتن این پولا رو خورد خورد نقد میکردن که پلیس هیچ جوره نتونه ردشونو بزنه توی شهرهای مختلف. گفتم اصلا هیچ راهی برای پیدا کردنشون نبود. اما توی روند تحقیقشون پلیس ها تونستن چیزای دیگه هم پیدا کنن، از کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر گرفته تا قاچاق سلاح سرد، و پای خیلی های دیگه هم توی این پرونده گیر بود و اونا تونستن از طریق همین بالاخره به باکسا برسن و تونستن برن کسایی که درگیر این پرونده های دیگه بودن اونا رو رد همین نقد کردن رمزارزشون رو بزنن، چون اونا ظاهرا به باهوشی افراد و اعضای اصلی این گروه نبودن و اونا رو پیدا کردن و از طریق اونا تونستن برسن به باکسا. بالاخره باکسا، کسی که این چتروما رو راه انداخته بود، دستگیر شد. کسی که یه همچین کابوسی رو برای کل کشور کره راه انداخته بود و وقتی که میخواستن ببرنش اون در اومد گفت شما زندگی شیطانی که خودم نمیتونستم تموم کنم و تموم کردین، من از تمام مردم عذرخواهی میکنم. خبر این دستگیری خیلی زود تو تمام شبکه‌ها چرخید و همه از دستگیری باکسا خیلی خوشحال بودن. اما این وسط یه چیزی میلنگید. آره، باکسا که آدم اصلیه نبود. یه نفر بود که این وسط هیچ خبری ازش نبود. هیچ اسمی هم ازش نبود. گادگاد. گادگاد کجا بود؟ کی بود اصلا؟ گادگاد شخصی بود که قربانیاشو از طریق لینکایی که براشون میفرستاد تو تله مینداخت. برای همین هم پلیس ها تصمیم گرفتن که با کمک هکرای کلاه سفید و یه تیم خیلی معروف هکری توی کره به اسم رد تیم رد گادگاد رو بزنن. اولشون اومدن که آی پی این شخص رو شناسایی کنن، ولی دیدن که از هزاران آی پی مختلف و از هزاران وای فای مختلف داره استفاده میکنه. یعنی از وی پی ان و اینا، نه که وی پی ان بیاد آی پی شو عوض کنه، نه، اصلا از وای فای های مختلف، از دستگاه های مختلف داشته استفاده میکرده و این کار رو خیلی خیلی سخت میکرد. اما اونا تونستن یه نقطه اشتراک بین همه اینا پیدا کنن و آره، این اشتراک رو پیدا کردن و تونستن به یه نفر مظنون بشن. وقتی رفتن راجبش تحقیق کردن دیدن که بابای این آدم یه مغازه اوراق لوازم الکترونیک داره. یعنی اوراق لوازم الکترونیک، نه اشتباه گفتم، بد گفتم، یعنی لوازم الکترونیک اوراقی رو میخریده و قطعاتشو جدا میکرد و میفروخته. و وقتی میرن اونجا رو چک میکنن میبینن که کلی گوشی اونجا ول شده و دقیقا همینا بوده که به گادگاد داشته کمک میکرده که بتونه با دستگاه ها و گوشی های مختلف کارشو انجام بده، از مودم های بدون رمز بقیه استفاده کنه و برای وارد شدن به اکانتاش هم از ایمیل های یک بار مصرف استفاده میکرد که هیچ جوره نشه ردش زد. و این مغازه که ازش داریم صحبت میکنیم یه مغازه خیلی بزرگه که کلی هم دستگاه توش داره و پلیس ها تصمیم میگیرن که بیان دونه دونه اینا رو چک کنن و شروع میکنن تمام این موبایل ها و لپتاپ ها و دستگاه وای فای یا هر چیزی که تو اون مغازه بوده رو دونه دونه بررسی میکنن و میتونن بین اکثر اونا به چند تا اپلیکیشن مشترک برسن و اصلی ترینشون هم تلگرام بود. توی این مرحله دیگه هم پلیسا هم مردم اونقدر جون به لب شده بودن که همین میزان اطلاعات و همین میزان مدرک براشون کافی بود که برن اون شخص رو دستگیر کنن و تونستن واقعا هم گادگاد رو پیدا کنن. و وقتی هم که پیداش کردن گادگاد هیچ مقاومتی نکرد که بخواد کار اونا رو سخت تر کنه که بخوان اثبات کنن این واقعا خودشه یا نه، و اومد گفتش که آره من گادگادم و خیلی هم پشیمونم از این کاری که کردم. ولی دقیقاً همینطوری گفت، یعنی هیچ پشیمونی تو صداش نبود، هیچ حسی نداشت، فقط این که مثلا اعصابش خورده که اعضای تیمش دستگیر شدن و این هم دیگه الان مجبوره که بره دیگه. در نهایت توی ماه اکتبر سال 2021 بعد از 2-3 سال فعالیت این چتروما، دیوان عالی کره چو جوبین یا همون باکسا رو به 42 سال حبس محکوم کرد. بعد از اون توی نوامبر 2021 گادگاد یا همون هیونگ ووگو به 34 سال حبس محکوم کردن. توی این پرونده 3757 نفر که با این چتروما در ارتباط بودن دستگیر شدن و تا دسامبر 2020 245 نفرشون هم افتادن زندان، که البته حکمای خیلی خیلی وحشتناکی به همشون ندادن. یعنی به جز همین گادگاد و باکسا
که اونا هم 45 سال و 30 خورده سال گرفتن، بقیه آدم ها به یه سال دو سال اینطوری محکوم شدن. و یه نکته خیلی خیلی عجیبی که میخوام راجع به این موضوع بگم، تا اینجای ماجرا که همه چیو فهمیدین و میدونین که ماجرا از چه قراره، ولی قراره که حسابی اعصابتون رو خورد کنم اینجای ویدیو. میدونین که اسم قربانی ها به خاطر اینکه حالا امنیتشون به خطر نیفته از طرف پلیسا هیچ وقت اعلام نمیشه توی همچین شرایطی، مخصوصا توی کشوری مثل کره که خیلی روی این موضوع حساسن. حالا توی آمریکا و اینا اسما خیلی راحت منتشر میشه و میاد بیرون، ولی توی کره اینطوری نیست، اسما رو نگه میدارن. به خاطر همین ما اسم هیچ کدوم از قربانی ها رو نمیدونیم. اما اومدن بجز قربانی ها اسم کسایی که عضو این گروه ها میشدن رو هم مخفی کردن، و کسایی که عضو این گروه ها میشدن که از سراسر جهان بودن گفتم بهتون، و اون کسایی که توی کره بودن و پلیس تونست شناسایی کنه که از بین اونا 4 تاشون معلمای مدرسه بودن و پلیس هیچ وقت نگفت که این 4 تا معلم کیان، که کسی که وارد همچین چترومایی شده و همچین شبکه‌ای شده و داره ویدیوها و عکسای آدما کسی که سنشون کمر رو نگاه میکنه واقعا نباید توی مدرسه تدریس کنه، باید بگیرن اینو از یه جایش دار بزنن. و به جز اون یه چند تا سلبریتی خیلی خیلی بزرگشون هم عضو این چتروما بودن، چند تا سلبریتی جهانی عضو این چتروما بودن، و پلیس فقط در همین حدش اعلام کرد، یعنی گفتش که آره شغلاشون این بوده ولی اینکه کی بودن رو نمیگیم. و این خیلی بر من عجیبه. درسته شما میان اسم قربانی ها رو نگه دارین که چقدر کار خوبی میکنین، ولی حالا این آدمایی که این اصلا نمیشه اسم انسان گذاشت روشون، حالا گفتم آدم اینجا دیگه واقعا منظورم آدمه، این موجودایی که اسم انسان واقعا نمیشه گذاشت روشون، میان از چیشون محافظت میکنین؟ دستگیرشون که نکردین، دستگیر که نکردن، بهشون حکم هم که ندادن، هیچ اسمشون هم حتی نگفتن. و حالا ممکنه بگین چرا پس اینا دستگیر نشدن، چرا کسایی که میرفتن اینا رو میخریدن دستگیر نشدن؟ به خاطر اینکه تا سال 2021 کشور کره هیچ قانونی برای خریدارای این محتواها نداشت، و توی سال 2021 بعد از این ماجراها تازه اومدن قانون گذاشتن براش، و به خاطر همینم هم هیچ کدوم از کسایی که میرفتن توی این پیجا و این ویدیوها و این عکس‌ها رو می‌خریدن، اشتراک می‌خریدن و اینا، هیچ کدومشون دستگیر نشدن و همجوری رد شد رفت. و الان تازه قانون گذاشتن و قانونش هم خیلی الکی آبکیه و معمولا خیلی درست اجرا هم نمیشه. این ویدیو به احتمال خیلی زیاد، با اینکه من تمام تلاشمو کردم که از این سری کلمات استفاده نکنم، ولی به احتمال زیاد تو یوتیوب به مشکل برمیخوره، و به خاطر همین هم ازتون میخوام که حتما لایکش کنین و کامنت بذارین، ترجیحاً حتی اگه میتونین کامنت انگلیسی، که خیلی لااقل توی الگوریتم پایین نره. میدونین ویدیوهایی که لیمیت میخورن توی یوتیوب اینطور میشه که یوتیوب دیگه نشون نمیده، حالا اون که تبلیغ نمیاد روش و اینا که هیچی، اصلا اون پول نداشتنش هیچی، فدای سر همتون، اصلا مهم نیست، ولی اینکه نشون داده نمیشه و ویترین الگوریتم چنل رو خراب کنه اونش خیلی بده، واقعا بده، چون روی ویدیوهای دیگه هم تاثیر میذاره. به خاطر همین ازتون میخوام که آره لطف کنین و این کار انجام بدین. ممنونم ازتون، نظرتون هم راجع به این ویدیو عجیب غریب بگین، من واقعا دیگه حرفی برای گفتن ندارم، اصلا به تته افتادم، میبینین خودتونم. رس اینستاگرام من میذارم بالا اونجا، دوست داشتین میتونین فالو کنین. من برم یه کمی استراحت کنم، کمی مغزم استراحت کنه بعد از این همه اطلاعات عجیب غریب وحشتناک. خیلی خیلی دوستتون دارم. خدافظ.